دکتر حمید سجاد هستم، متخصص داخلی. توی این ویدیو میخوام درباره داروی گلیبن کلاماید صحبت کنم که یه دارویی هست که از خیلی وقت پیش برای دیابتی ها استفاده میشه. اگه علاقه مند هستین ادامه ویدیو رو ببینید. سوال پرسیده میشه آیا درسته که این دارو برای دیابتی ها استفاده بشه یا نه؟ این دارو جز خانواده ای از داروهای دیابت هست که خیلی قدیمی هستن و نسل های متعددی از دارو تولید و استفاده شد. کار این داروها اینه که سلول‌های انسولین ساز لزوم مده رو تحریک میکنن. بعد از مدتی استفاده از داروهای نسل اول به تدریج متوجه شدن که اثر دارو بیش از اون حدی هست که ما برنامه‌ریزی کردیم و باعث افت قند میشه و همینطور اضافه وزن میده. بعدن قرص‌های آهسته رهش این داروها درست شد. یعنی در حالت معمول یه زمانی باید بگذره که اثر دارو شروع بشه و بعد به پیک اثر برسه یا به قله اثر برسه و بعد از یه مدتی اثرش از بین میره. این حالت مطلوب ما نیست. ما میخوایم توی بازی زمانی مشخص سطح دارو توی حد ثابتی باشه و پیک نداشته باشه. به همین دلیل اومدن قرص‌های آهسته رهش اینها رو درست کردن. این قرص‌های آهسته رهش حسنش اینه که دیگه بیمار مجبور نیست قبل از غذا استفاده کنه و همینطور مجبور نیست چند بار در روز استفاده کنه. آنتی بیوتیک‌ها رو حتما دیدیم. قدیم میگفتن هر 8 ساعت بخور یا هر 6 ساعت. الان حتی همین آنتی بیوتیک‌ها هم روزی یه بار شده. چون دیدن اینجوری بهتره. گلیبنکلازید ام آر از همین آهسته رهش هاست. چون یک نواخ اثر میکنه و افت قند هم نداریم. در واقع هنوز هم از این خانواده گلیبنکلامید و سولفونیل ها و گلیبنکلازید داره استفاده میشه. منتها نسل های جدیدتر و اون هم آهسته رهش اینها. مثل قرص دیامیکرون ام آر و دیابزی و یا همون گلیبنکلازید ام آر. اگه بیماری خیلی وقت داره استفاده میکنه از این دارو و خانواده این دارو و مشکلی هم باش نداره، خب ما هم ادامه میدیم. ولی برای شروع ترجیح میدیم از این داروها استفاده نکنیم. ولی اگر لازم شد از انواع آهسته رهش اینها استفاده میکنیم. گلیبن کلاماید از نسل دوم داروهای خانواده سولفونیلوره هست. استفاده از این خانواده دارویی به خاطر مشکلاتی که ایجاد کرده بودن به تدریج از دور خارج شد. تداخل‌های زیاد با داروهای دیگه، طولانی بودن اثر اونها و احتمال هایپوگلیسمی و کاهش قند خون و افزایش وزن از جمله مشکلاتی بود که این داروها ایجاد کردن. از نظر مکانیزم هم ترشح انسولین زیاد میکنن، هم تولید کبدی قند رو کم میکنن و حساسیت سلول‌ها به انسولین و تعداد گیرنده‌های انسولین رو هم زیاد میکنن. در مسن‌ها خطر هایپوگلیسمی بیشتره و گاهی هایپوگلیسمی طولانی میدن که لازم حداقل 2 روز در بیمارستان بستری باشن. مصرف این داروها در نارسایی کبدی و کلیوی قابل توجه توصیه نمیشه. تداخل با بعضی داروها از جمله با الکل، وارفارین، آسپرین و کتوکونازول گزارش شده. اینا داروهای ارزانی هستن که سالهاست داره استفاده میشه. یه مشکلی که با این دارو وجود داره اینه که بعد از چند سال تحمل ایجاد میشه، برای اینکه دیگه سلول انسولین سازی وجود نداره که اینا بخوام بیان روش اثر بکنن. اگه قصد شروع این داروها رو داریم در کسی که مدت بیش از 5 سال از شروع دیابتش میگذره، دیگه این دارو مؤثر نیست. اگه تا حالا عضو کانال من نبودین همین الان عضو شین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنین تا در جریان بروزترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرین. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگه هر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو بدم.